مقام های بنگلادش با تخریب بیش از 3000 مغازه متعلق به روهینگیا از ماه گذشته میلادی باعث آواره شدن خانواده ها شدند. حدود 850000 روهینگیایی پس از سرکوب نظامی 2017 در میانمار به بنگلادش گریخته و در اردوگاه های آوارگان مملو و از جمعیت در آنجا ساکن شدند. بنگلادش بابت پناه دادن به این آوارگان روهینگیایی مورد قدردانی قرار گرفته، اما گروه های حقوق بشری محدودیت های اعمال شده علیه این آوارگان را مورد انتقاد قرار دادن که شامل تعطیلی کسب و کارهای آنها می شود. معاون کمیسیونر آوارگان بنگلادش نیز گفته که بیش از 3000 مغازه غیرقانونی متعلق به روهینگیاها تخریب شده است. وی ادامه داد تعداد روهینگیاها در شرف ازدیاد است. آنها به پناهگاه نیاز دارند. ما در حال ساخت سوله هایی برای اسکان آنها هستیم. گروه های کمک رسانی مطمئن می شوند که این آوارگان نیازهای اولیه خود را دریافت می کنند. اما رهبر جامعه روهینگیا و یک فعال حقوق بشری گفته که تخریب این مغازه ها باعث شده تا ده ها هزار آواره در اردوگاه ها و کمپ ها دچار مشکل شوند. خانواده های روهینگیایی بزرگ و پرتعداد هستند و میزان مواد غذایی که به آنها می دهند در حال کم شدن است. بسیار از خانواده ها به درآمد این مغازه ها متکی هستند. سعد حمدی از عفو بین الملل نیز گفته که این اقدام از سوی دولت بنگلادش باعث می شود تا آوارگان در مقابل سوء استفاده آسیب پذیر شده و شرایط در اردوگاه ها وخیم تر شود. تخریب این مغازه ها و بسته شدن مدارس که توسط روهینگیاها اداره می شوند باعث تنش و ناامیدی می شود. وی خطاب به مقام های دولت بنگلادش تاکید کرد تا با دخیل دانستن آنها در تصمیم ها از جمله حق کسب و کار از حقوق و شرافت مردم روهینگیا دفاع کنند.